مهربان، سلام و عرض ادب خدمت تمامی شما اعضا. امید که دارای صحت کامل باشین. امروز باز هم من سحرک بری در خدمت شما اعضا قرار دارم با یکی از برنامه‌های دیگر چنل یوتیوب صدای کابل. شما اعضان را خوش آمدید میگم. امید که همگیتون جور و صحتمند باشین. یک دو سه روزه که نبودم، مرا به بزرگواریتون ببخشین به دلیل اینکه یک کمک سرما خورده بودم. شما اعضا هم کوشش کنین که بس خاک و گرد و غبار اینا یک کمک خودت دور نگاه کنین، ماسک استفاده کنین. من فعلا در برنامه هستم، اگر چی که من ماسک هم با خود آوردم و دستکش هم با خود دارم. البته کووید 19 هم هست، امید که بخیر در تمام جایا بخیر این مرض لعنتی دیگه تمام شوه، با امید یک روز برسه که بخیر هیچ کدام کرونا وجود نداشته باشه و تمام مردم ما با صحتمندی و خوشحالی زندگی کنن. از امروز میفهمین از وقتی که آدم از بستر مریضی میخیزه باز یک کمه که یکان چیزا دل آدم میخواه که باید نوش جان کنه، انرژی بگیره و پس دوباره مو انرژی که آدم از دست میتم او را پس دوباره بگیره. و امروز نگفته نمانه که من یکان چیزای تون تون دلم میخواه که من باید نوش جان کنم، اگرچه که دکترم بعد از میگه گفته باید گلوندر دستی که نفری. خب باز هم خیر کوشش میکنم کمشه نوش جان کنم، زیاد نه. از امروز زیاد گوش نشدیم، بسیار زیاد گوش نشدیم. امروز چاشت آمینه میبینیم که افته و ترق است گفته امو مردم آمیانه مای شما. اینجا میگذشتم چشمم به اینجا خورد که نوشته بود البته تندوری پیتزا. ما ایران ماندم که یعنی چطور تندوری پیتزا دیگه، رایش رو کجا پخته میشه که در تندور پخته میشه. خب گفتم بیا خیلی کم اینجا میگذارم یک امتحان کنم که تندور البته پیتزای تندوری چیگونه هست و چیگونه آماده میشه، چقدر فرق با دیگه پیتزاها داره. همکار عزیز خدا گفتم بیا دیگه که امروز همینجا بریم یک ذره پیتزا نوش جان کنم، گشنام هستم، از بستر مریضی هم دیگه نه و بلند شدیم دیگه، خوبتر میشه که یکان چیزای مزدار هم نوش جان کنم. جای شما هم خالی باشه. عزیزایی که در خارج از افغانستان هستن کمنت گذاشته بودن، یک تشکری خاص میکنم از اونا. خوشحال و صحتمند و سرحال باشین شما همچنان. دیگه حالا هم میرم به طرف داخل رستوران ببینم که البته این پیتزا چگونه آماده میشه. پس میگه نوشته بود تندوری از نامش دیگه اون پیدا هست که تندوری هست ولی شاید فرق داشته باشه. میریم داخل رستوران ببینیم که چگونه آماده میشه و طرز تهیهش هم پرسون کنیم. نه از هم داخل رستوران شدم و فکر کنم که آشپز هم مصروف پخت و پز پیتزا هست و من هم چقدر گشنه شدیم زیاد. خب باش که یک کمکی طرفتر بیایه. سلام علیکم. سلام علیکم، خوب هستیم جان، تنجور بخیر صحتمند. این موانه رو بخاطر من موندیم؟ بله آه بخاطر شما تیار جایی که مریضا باشه واسه این قسم موانه هم می باشه که در روزی که بخوایی که یک چیز دلخواه رو باید نوش جان کنی ماز مثل دکتر آره خودت هم یک موانه اینجا بر من موندی. قسمه که گفتن چیزای تندی رو نخوری، حالا موانه هم قرار داره اینجا بر من. خوب هستی انشاءالله؟ شکر الحمد. اسمت اسم من پرویز. پرویز جان من اجازه هست من داخل بیم؟ بفرمایید. گفت خب حالا باش که اینجا سرم نخوره. چه خوب کوتیگه کس میبینین خانه های قدیمی وارد دوستا. بعض وقت که در زندگی های روستایی که میرفتم برنامه ثبت میکردم باز میدونم که بسیار یکان جای های سو منطق و مقبول داره و اینا همچنان دروازه نداره، منتها یک جای هست که منتها از جا عبور میکنن دوستای ما. اینه که ما هم داخل البته آشپزخانه بگیم اینجا کجا بگیم دیگه؟ نه اینجا بخش پیزا است. بخش پیزا است. علی دست که اینجا بخش پیزا است، داش پیزا است، اینجا به حساب پیزای تندوری تیار میکنیم. قسمی که گفتم پیزای تندوری است از اینا میجا میگذاشتم. به دوستام گفتم گفتم یک چند روزه گلوندرد بودم، مریض بودم، چندان حالم خوب نبود. گفته یکم تا حالم خراب بود. امروز هم پیزا دلم خواست که بهم پیزای تندوری نوش جان کنم. و طرز تهیهش برام بگویی و آماده شدنش برام بگویی و قسمی که از تندوری گفتم نامش از نامش پیدا هست که تندور است، داخل تندور پخته میشه، چقدر متفاوت با پیتزاهایی که دوستا آماده میکنن در شهر کابل چقدر متفاوت است. تفاوتش که نسبت به دیگه پیزاها بسیار زیاد است به خاطر که در تندور پخته میشه. چیزی که نان در تندور میخوری طبعاً فرق میکنه نسبت به یک نان دیگه باز بازار میاری فرق میکنه. خوی پیزا که از تندور پخته میشه توسط راشپل در مصر همی سنگ پخته میشه، او پیزای قالبی که است به حساب ایتالیایی پیزا است. او پیزای دیگه که از در بازار او قالبی میه به حساب امریکایی گفته میشه، او دیگه یک ذره شیرین تر این دیگه وطنی است. وطنی هم گفته میشه، ایتالیایی هم اصلا ایتالیایی گفته میشه.
اما مشخص نوشته است که تندوری پیتزا، دلیلش هم میخواییم پرسان کنم که فقط شما تنها میخواییم در تندور پخته کنین، پخته پزشان در چوب است، اینه که یک نقل هم از اونو طرف برم آمد، بسیار تشکر، داخل چوب پخته میشه، گاز پخته میشه، دیگه میرم میخواییم از پرسان کنم. داش خواست، داش خودش در توسط داش کل پیتزا پخته میشه. بله. و باز تندور داش فرق میکنه، تندور به این معنی است که در چوب پخته شد و دیگه گاز داش به این معنی است که در مغازی چیزا پخته میشه. باز تفاوتش بین داش و تندور بسیار زیاد است، به خاطر مزهش هم فرق میکنه، تکست که داره هم فرق میکنه. دیگه کدام باز جور که کردیم میبینین که نسبت شاید خورده باشین. مقصد امروز زیاد گشنه هستم، مرچ هم میخواییم که کم برتین، به دلیل از اینکه امو توصیه های دکتر صاحبم فراموش نکنم که حالا مقصد روز بعدی نشه که باز برم خواهد بگویه که فراموش کردی، فقط خواستی که امو نان را که میخواستی نوش جان کنی امروی مرچ نوش جان کنی دیگه پیش ما نبیاییم. خب بیا خیر باشه، ما آماده میکنیم براتون انشاءالله که یک ده پونزه دقیقه بعد دیگه آماده میشه انشاءالله که نوش جان کنین. هم کمک ضرورت داره؟ خب ببینیم کمک ضرورت بود میگیریم، از پیشتان کمک میگیریم که مشکل نیست. اگر من یاد گرفتم باز من مقصد همینجا شاگرد میشم. مشکل نیست، مشکل نیست، همینجا در خدمت دستیم، همینجا میتونی کار بکنی، اینجا بیایی کتما دست پیشی کنی، کار کنی و یک چیز یاد بگیری. روزانه باش که با امین هم پرسان کنم، روزانه باش چقدر برم پول میتونم این هم خوب بگیم؟ والا بر من مربوط نمیشه اینجا که چون که اینجا بخش. خب بازی مربوط کی میشه؟ این مربوط هم رئیس ما میشه، مربوط منیجر ما میشه. نمیشه نامش برم بگیره؟ آمد جان است، رئیس ماست، اینجا فعلا کار میکنن. آمد جان مقصد از روز 300 روپه معمولا کل کارگرا کار میکنن. من واز دختر خانم هستم، از 500 کم نمیگیرم. خوب گفت، خوب گفت. واز زیاد کارم خیرم هم میکنم. روز 500 ماه 15 دار خوب گفت. خدا چند میگیری؟ خودم اگرچه که میگن مردا را ماشه جا برسان نکن خانمه را سن سال شد. نه کدام مشکل نداره، ما خواهم اجده دار پا ماش میکنم. نه خیلی تو از من که زیاد میگیری، مام باید این را زیاد بگیم. خود تو هستی شاگرد هستی نو میایی دیگه کارت نسبت فرق میکن. این خوب است میگه، یا قناعت بده یا قناعت بگی. خب بیاین به طرف پیتزا میم که دوستا قسمی که میبینین اینه خمیر هم آوردن، اینجا آشگز هم هست دیگه، همه چیز آماده هست، تمام مواد لازمش هم هست که روغن هست. پرویز جان میشه در مورد ازی برم بگوی که چی هست؟ خب دیگه پیاز هم هست و همچنان چیکن ساسج هست. چیکن ساسج هم هست و ایش گوشت کفته ای هست. گوشت کفته ای مرچ هم هست؟ مرچ چی هست؟ چی داره به حساب مرچ تن دستگم سندی چیکن. خب خب بسیار خوب. و بادنجان رومی؟ بادنجان رومی هست بله. او جلپینو هست بخاطر اگر در بازار ما شما بگوییم مرچ ترشی که من دادم هم رقم اینا. آها با همچنان مرچ دولما و؟ مرچ دولما چیز زیتون است. زیتون بسیار خوب. خب حالا دیگه خمیر را دیگه آور کاری میشه اما طور است؟ آور میکنیم یک پیزا من دادیم براتون گشنه هم شدیم. بسیار گشنه شدیم، یک هفته بسیار برای من بسیار سخت گذشت. اما مرا میگن که شکمبو سیاد، اما شکمبو اگر نیم باید چاق باشه. آه شکمبو خود چاق می باشه. اما شما خود شما چی فکر میکنید؟ من بدتر هستیم. من شما بدتر بیخی بدتر هستم. بازی مریضی که من مریض شدم این قسم وضعیتم خراب شد. البته کرونا نبودم کالا نگو این کالا کرونا گرفته بودش دیگه مونتا همی گلوندردی و زکام یاد دیگه بسیار واقعیت در این چند روز دل مرام نازک ساخته. پرویز جان خب یا خداوند شفا بدید. زنده باشی. حالا خوش شفا دادید تا دیگه هم شفا بدید. حالا جور تیار شدیم، من خاطر آمدم که دیگه اینا در جان پیتزا آمدم که پیتزا هم البته پیتزای تندوری هست و البته از آقایان برام بگو که همیشه دستپختشان مزه‌دار است نسبت به خانم‌ها، اگرچه که خانم‌ها مزه‌دار پخته میگن اما از آقایان زیادتر. دلیلش چی هست؟ لا ایرم هم نمیفهم خانم‌ها چی میکنه. خب دیگه نسبت به خانم‌ها که مزه دستپخت مردا خوب در است. خب امی است که صحیح شاید دقت کنن صحیح. یعنی ما دقت نمیکنیم دیگه. نه تا خود گفت منه. خب در بازار کار کرده می باشن دیگه مردا هر چیز دیدن یک چیز خوبتر و بهتر استفاده میکنن جور میکنن و مزهش بالاتر. پرویز جان عزیز بگو که در خانم گاهی وقت پیتزا آماده میکنی در خانه برای ینگی ما یا نه؟ یگان وقت که بیکار باشم و رام بتاب باشم. اگر بتاب باشی نه دیگه. باشم بتاب باشم نمیشه دیگه. خب بیا از ثمره زندگیت بر ما قصه که
چند دانه ثمره زندگیت مانده هست؟ حالا زندگی خو هست دیگه. ولی مست یگان تا وره نگوی که مقصد ما عروسی نکردیم گل ده خانه بریلا. نه ولی ما عروسی کردیم. عروسی کردیم تقریبا یک 8 سال 9 سال میشه. دیگه یک دانه بچه یک دانه دخترک دارم. نامشان چی مونده؟ رقم کلان است بی بی آواز نامش است اسمش. من بچه یکم که خرد است یک 5 ساله نه آرون جان است. چی نمای زیبا برشان انتخاب کردی؟ چی دیگه انتخاب کردن دیگه در مخانام انتخاب کردن هم پدر مادر جانم. انتخاب فامیل است؟ آه انتخاب فامیل. یکان تارا میگن که وقتی که میگن عروسی میکنی میگه عروسی میکنم خب من تا یا اگر عروسی کردی گی باشن باز میگن ولی به انتخاب فامیل گرفتیم. خودت چطور؟ ما هم به انتخاب فامیل گرفتیم. چی نکنم؟ به انتخاب خوب آدم بگیره خوب است یا به انتخاب فامیل؟ والا برخو نسبت فرق میکنه، ذوق و شوق مردم هم فرق میکنن. ما خودم که حالا نه ذوق مانده و نه شوق هر دوش رفته. زندگی انسان از هر کدوم شخصیت خود داره. دقیقا این همکار ما رو میبینید تا اول 5 تا زن کرده. یکی دیگه هم میگم میگیره من روزم شرده است. نظر خود چی هست؟ نظر خودم حالا که بتونه زندگی را پیش برده بتونه کدام مشکل نیست که نتونه دیگه باز با سر وزم و حال اولاد خود رسیدن تو نبازینی مشکل ها. ما مقصد در خانه مقصد مخ شیطان نیستم تو یک یادآور بشم. خب پرویز جان دیگه چی چیزا نیاز است روی از این پیتزا برام بگوین؟ اولین کاری که سرش شروع کردی خمیر آوار شد؟ خمیر که آوار شد بعدا این حال به سات و زیره میزنیم که آمده شد سات و همی لوازم است. همی هر چیز که چی هست اینجا پیش روی تان میبینین نمیره کلش سر از یا برتون چی میکنیم دیزاین میتیم جور میکنیم و در داخل داش برتون خطام. من فقط تماشا میکنم میبینم که چگونه آماده میشه. اینه که یک ساس میگه پرتو بیا اینه من شاگردی رو امروز شروع کردیم ساس پرتون کم پرتون زیاد پرتون خواهم یک کاسه که برش پر میکنیم مقصد زیاد نباریم که جه کار ما میشه اینه فکر کنم که کفایت میکنه باش که بغل تاسه را هم پاک کنم اینه درست شد؟ اینه پرویز جان من از امیال شاگردی را مقصد شروع کردم خیر باشه. بیا خیر باشه. خب داش هم دیگه خوب آماده است دیگه چوب انداختیم دهش که آماده باشه کم پیزه ما خیلی خب. میای روی ساس که ساس میگیری؟ ساس میگیریم برای هم یک اندازه داریم به تخته اندازه میکنیم میره میدیم جور میکنیم که مستعی مسایی خواه خواه یعنی اول اندازه میشه در بله اندازه میکنیم بعد از او ساس سیزایش میندازیم میزنیم در داشت براتون خوب که پس بفرماین دوستا قسمه که میبینین اینه خمیر شام دیگه اندازه شام جور کردن و واقعا چقدر خوب با ما تا با مو اندازه تخته دیگه قالبش کردین و حالا هم فکر کنم روش ساس کار میکنین اما ترست؟ بله روش ساس کار میکنیم بعدا هم چکن مندازیم تو دیگه برمه گفته برو که اینه من برای تمیجه دیگه کمک کرده برم درست؟ کم مندازین یا زیاد؟ یک قاشق بس هست یک کم بود شد باز دیگه هم سرچ مندازیم خب داخل ساس چی هست نگفتیم؟ در ساس که آماده میکنیم دیگه چی هست؟ بانجان رومی تازه است، فلیت میتو استفاده میکنیم، دیگه پیاز است، امرای سیر است، دیگه مرچ است، نمک است، روغن زیتون است که استفاده میکنیم، ساس آماده میکنیم، جور میکنیم، مقدار کم بوره است، کچپ است. والا چقدر زیاد کار داره دیگه؟ آه جنجال داره، هرچی جنجال داره، هر کار دنیا به جنجال نمیشه. کدام خودت کدام پیتزا رو بیشتر دوست داری؟ باز خودت بردیش رو؟ والا من خود اینجا کار کرده رو ایستم همون کلش دوست دارم. آها دیگه چی هسته؟ همی اپنه اسپیشل بهتر است. خب مکس از دیگه هر چیز از دیگه گت هست. و یا هم فکر کنم که؟ همو پیزار مد نظر گرفتیم براتون اوپن اسپیشال هست. خب مکس هست که ذوق خود ما هست برای شما میرم این به ذوق خود امروز بر ما آماده کرد. مقصد یک مرچ نپرتیش دیگه هر کار که سر از امی پیزا میکنی دیگه اونمو کار خودت هست دیگه استادش خودت هستی اما تو رست؟ بله آها خب در مورد ازی برم بو که چی هست؟ گوشت هست؟ آه یه چکن هست پنیر انداختیم چکن مندازیم باز بسیار خوب بله فکر کنم که دم دستم ما گرفتیم اما تو رست؟ نه که دم مشکل نیست خیر مک میشم امروی خود تو برای من فقط نام بگی و ما بر خود میدم مشکل نیست بعد از او فکر کنم که شاید دمه که دیدم چکن
بیا در مورد افضل صحه بگو که چقدر افضل صحه را خودتان مراعات میکنین، چون دوستا میبینن بعض وقت حالا خب وضعیت های کرونایی هم زیادتر است، افضل صحه را باید آدم زیادتر مراعات کنه مترسنی؟ بله همچنان همی رقم است، باید مراعات نکنی نظافت باز نمیتون دقیقا. این حال ما که اینجا هستیم خب طبعا اینی پیزای که هست بدون دستکش دستکش کار نمیتا دیگه، این سر میز و این مواده که باید مفتدهش همون کلش پاک ستره، همون چیزایش آماده باشه، ششته شده پاک شده ستره شده باز بعد از این همین چیزا کتنگ شده دهشان بخته شده در غیر از اون باز. پروین جان یکی از خاطرات جالب تا بگو از بخش پیتزا باشه که البته آماده کرده باشی گاهی وقت سوخته مانده چکیده گفته یکان تا یک هفته پیش همه تو یک اتفاق افتاد، همینجا پیزا را جور کردم پیزا را آوردن به ما گفت اگر پرتو لارج بتابم انداختم داداش رفتم بیرو دستون آشپزخانه کدام کار ضرورت داشتم اینجا که رفتم همه تو یادم رد کار مصروف شدم وقتی که متوجه شدم که پیزا خود داداش مونده آمدم کشیدمش زغال بود زغال بود ما گرفتم در این پایین ماندمش گفتم برو میشه که رئیس هم نبینه کرده چیز هم نبینه یا اگر این وضعیت رئیس ببینه اولین عکس العملش چی هست در مقابل خود؟ حالا تا فعلا نکدام چیز بد ما رو نگفته اگر کدام کارم کدیم یا کدام چیز سوخته یا چی شده خب اشتباه شده دیگر قصدن نکدیم دیگر اون خودش هم میفهمه قصدن نش فکران نیست دیگر بچه های مقصد یکان دفعه این طرف و طرف گفته خودت کلش میرسونه زن دوم سیوم حالا شما گفتین زن دوم از این مقصد اگر در خانه لط خوردین من مقصد مقصر نیستم پروز جی خودم طرف همکارم رفتی نه مرج گفتی نه پرتی آه مرج نه پرتی خواهش میکنم هیچ گپ نیست خب مقصد حالتام طرف همکارم دیده نه مقصد همکار عزیز دیدی آجل کده گفت من زن دوم و سیوم فکرش هم میکنم چی کنیم دیگه خاله سوال کردی دیگه آمد دیگه میگه شیر که آمد بندش نکده بندش نکده حالا خود گفتی دیگه نه حالا گفتیم دیگه خدا دیگه خودش میفهمه که در خانه چی گفت پیش کنه خدا خیر ما رو پیش کنه خدا خیر رو پیش کنه انشالله انشالله پرویز جان در رابطه با کارت بگو که خودت در کجا آموختی البته آماده کردن پیتزا را در کجا آموختی و آیا این کس باید یک مکتب داره یا این که هر کس میتونه که آموده بسید والا ما رفتم نو در رستورانتی که شروع کردیم به نام بکچو رستوران بود در سرک دایواز اکبر خان بایس ظرفشویی رفته بودم دیگه تقریبا یک سال 2007 هفته میگه ما از اونجا رفتیم و اونجا تقریبا یک 4 سال کار کردیم و اونجا آشپزی را میاد گرفتیم ما مختیم و از اونجا کل چیزا دیگه خب طبعا یکان چی گپ تا و بالا که میشه با سر آدم خوب نمیخوره میتونه که اعلام کنه برای دیگه جای اونم رقم یک حسابا برمون پیش شد دیگه نتونستیم کجا پیش ببریم منال ایجا آمدیم در ایجا کار کردیم در دیگه جای هم کار کردیم دیگه در چی کمپ امریکایی ها کار کردیم تمام پرویز جان ببخشید صحبت تام قطع کردم ایره بام ما رو گفته اگه همکار ما بود ایره بام ما رو خودت پندان بام ما رو نیست خو همه موادش که انداختیم خب طبعا اینه میگه اگه نازکتر باشه اگه نازکتر باشه همشریان ما خوش نمیکنه همو چی که داره مشتری هایی که داره میگه باید بلندتر و دبلتر باشه که ما سیر کنیم دیگه پرویز جان با وجود که خودت این پیتزا رو آماده کردی و اینقدر موادش هم زیاف است در مورد مزهش بگو و این پیتزا برای چند نفر کفایت میکنه این پیتزا خو ما اگه بگویم که نفر خوب صحیح باشد یا نه خورنده باشه با یک نفر شاید یک دانش بس کنه اگه نه که مثل ما تو باشه شاید اینم یک دانه زی به دو نفر کفایت اینم یک شب و روز مرا بس میکنه خواهی که بر تو بحث میکنه پرویز جان در مورد قیمتش این حالا برم بگو که یک پیزی را خودت آماده میکنی خب پیزا معمولا امو هر دوست با که میای برای خودت یعنی به یک اندازه فرمایش نمیده شاید فرق کنه نه بر یک نفر دو نفر نهایتا پنج نفر باز قیمت هایش هم امو قسم فرق میکنه یا استاندارد است؟ بله فرق میکنه اینی که از پیزی میدیم مستک که نسبت به دیگه جای ارزان است ارزان تر است و مواد ما زیافتر استفاده میکنیم دیگه 420 افغانی میه از این کلان تر داریم به نام لارج پیزا میگن که اینا
تقریبا یک 3 نفر یا 4 نفر کفایت میکنه برش. او 550 افغانی میه. دیگه اسمول داریم، اسمول است و به یک نفر کفایت میکنه، دیگه او 300 افغانی است. هر به جان صبر و سلامندی مردم بگو، با وجود که اینه ما تقریبا یک ده دقیقه خوشت نکیده فعلا آماده کردی تا که خمیر شوار شد تا که مواد شکار کردی، یک فکر کو یک ده 15 دقیقه را خوی قسم در بر گرفتنی؟ بله اینا صبر و سلامندی مردم باز چقدر است که میای پشت پیتزا که وقت میان باز مردم ما شما ماشاءالله میگن یکمک زود دیگه حل عجله. او تو خاص که نفر داخل میشه، مشتری که داخل میشه بدون ازی که بگویا که ای چقدر وقت میگیره چقدر وقت نمیگیره، ای خمیر آوار میکنن ای قدر وقت میگیره. خب کمی داخل شدن در سر چوکیششتان هم یاردر کردن دفعتا نفر رایی میکنه آردر ما چه رقم شد. خب یک 15-20 دقیقه آردر در بر میگیره هر چیز که باشه. در کل که اگر سرجم اگر حساب کنی آوار کردن و پر کردنش و ای که پس دوباره پیش یک مشتری میرسانه چقدر وقت؟ خب همه سرجم هم آوار کردن و جور کردن کلش که پختان شوه 15 دقیقه الا 15 دقیقه زیادتر وقت نمیگیره. به خاطر کال خو ما شما کاستیم یک ذره همطور نرمال کار کردیم، ما خوب بازو وقت تیستر کار میکنیم به خاطر که مشتری سر صداش نبره. بازم سر از اون خو یگان شکایت و یگان چیز میشه به خاطر که تال دادنش، به خاطر خوردن مزهش و چیزاش کدام شکایت تا خدا نشنیدیم و چی کردن خوشی کردن گفته یعنی خوبش هست که تندوری باشه و باز خوشی نکردن دیگه خوب باز فرق خب طبعا در مورد پیتزاهای دیگه که قسم که بیشتر هم برات گفتم که دوستا وقتی که آماده میکنن و این در تندور پخته میکنین باز عمو مزهش هم شاید فرق کنه. تو راست بر میجو خب من بیشتر هم یادآوری کردم گفتم مزهش طبعا فرق میکنه به خاطر که تندوری تندوری خودش فرق میکنه. نون تندوری گفتم تا بازار فرق میکنه دیگه دیگه تندوری که از تک اینمه تو یه رست میشه در سرم و چی سنگش و در سر خشتش مفته پخته میشه جای به جای بود. دیگه پیزا که از قالبی در قالب آماده میکنیش در مواین میچینیشه هم تا آمادهش میکنی هم در ساس و کل چیزش ها میزنن جای به جای با داش گازی هست داش گازی مندازیشه میمونش که پخته شد. پروی جانم فرمایش تنبی که در دست دوست البته او پیزا در دست دوست ما ماند یک چیز خوب را اشاره کردی که گفتی تمام از اینا رو داخل تندور پخته میکنی باز این چوب خود از این که همین تختی از این باز تو نمیسوزن تختش خو نمیمونیم اینال حالا اینال تنها هم پیزه رو میگیریم در سر داخل داش میگیریم نهی خب بازه اگه دایی ای رقم بانیم طبعا این میسوزه ای خود چوب است اونجا هم داغ میسوزه پیزه رو خواد سوختم هردیش میسوزه دیگه جای دیگه دقیقا خب درست از پرویز جان بفرما والا ایلاش بیلش هم چقدر خوب اما تو آماده اینا ها تختش اینجا مون دقیقاً خواهش میکنم پرویز جان بفرمایین اینا منتظر میمونیم دیگه تا اینکه پخته شه یک 6 7 دقیقه یا فکر کنم مردار کدام دوست ما هستم درست بله باش که ذرا اون مرچ مساله شو اینجا زیادتر سو اونو به خاطر پیزا آماده شده من به خاطر پیزا تم بوی و مزه شو امی لازم با وقت ما مو بوی شون آدم تو حس میکنه که واقعا یک بوی بسیار خوب مزه دار داره اون مورگانوس تک مزه بویش میکشه دیگه مزهش در دست خودم ما که مزهش خودم ما باید جور کنیم آماده کنیم چه رقم جور کنیم چه رقم نکنیم. باز پرویز جان ببخشی زمین ازی که خودت پیتزا آماده میکنی یکان نان تندوری هم پخته میکنی یا نه؟ نه بله حالا فعلا خود پخته نمیکنیم اگر بعض وقتا وقت داشته باشیم باز میتونیم پخته کنیم در غیر از دو که وقت نداشته باشیم باز نمیشه پخته کنیم دورم پیزا مصروف هستیم پیزا پخته کنیم و موادای شب جور کنیم. یک چیز خوب را دیگه هم مشاره کردی برام پرویز جان بجز از این که شما پیزا آماده میکنین دیگه غذاها را اینجا شما دارین برای دوستای ما یا فقط صرف پیزا هست؟ ما خو تقریبا زیاد وقت کار کردیم در هر بخش کار کردیم در بخش فاست فود کار کردیم یعنی بخش بوفه کار کردیم. خب غذا ها رو زیاد یاد دارم دیگه تو نمیشه که بر تو نام بگیرم هر کدام میشه بر نه منظور من از این بود پرویز جان که فقط شما یعنی یک پیتزا آماده میکنین یا دیگه غذا ها رو اینجا دوستا آماده میکنن برای مشتری؟ نه آماده میکنیم اینجا دیگه غذا ها هم داریم چکن وینس هست اول چکن هست تندوری چکن داریم دیگه چی داریم
بخش فرای داریم، این چکن پاپکورن است، چکن نگت است، فش نگت است، فش پاپکورن است، دیگه وینس است، دیگه کاسادیلا است، این چلازا داریم. زیاف در منوی ما زیاف غذا است که ما اینجا جور میکنیم بدون از پیزا. اینجا خو یک بخش پیزا است که با آشپزخانه ما علایده است که در اونجا دیگه انواع و اقسام غذاهای دیگه اونجا غذاهای دیگه در اونجا جور میکنیم. بسیار خوب. والا چقدر سخت است واقعیت آماده کردن یک پیزا و هم که اگر در خانه باز آماده کنی بسیار مشکل است که تا ای که خمیر شوار کنی باز مواد شده آماده بسازی. می رستوران هم خوب شده والا برای همه گی خانم ها و برای کسایی که مثل ما وارد تنبل باشند دیگه آجل کرده فرمایش بده خلاص دیگه دیگه بیا فقط غذا را نوش جان کنی. این هم یک سهولت شده بر تمام مردم ما. دوستا قسم فکر میکنم البته با امی لحظه فکر میکنم که با پیزا آماده شده پرویز جان هم تو راست؟ بله آماده است، میخوایم بکشیمش ها دیگه بکشیم چون نفس کنیم برتون گشنام شده گشنام شده ایم یک ذره احساس گشنگی هم میکنم و باش که ببینیم که چه قسم آماده شد و خوب سرخ هم شد اینا نگفته نمانه این خوب است که والا امی باسه تو نمیشکنه اگه امی لاشپیلش نباشه هم دیگه میشکنه اتمنه آخه لاشپیلش که نباشه طبعا این پنیر سر میکنه یا میشکنه در روی داش باز مشکل جور میشه بخاطر که اگه بچست به این داخل داش بسیار با مشکل جدا میشه دیگه داخل داش هم چطان میکنه دیگه باز دیگه میکنه دقیقا. خب حالا هم نوبت کتکاریش هست فکر کنم تو تش میکنیم برتان بسیار خوب. اینا خوب است یک کتکاری رو آدم یاد میگیرم اینجا بیا آدم و خدا اینا فایده میکنه آدم میگم بیا بیا میزه بیا ما هستیم در خدمت تو زنده باشی اینا دیگه مقصد ما یاد داریم براتون یاد میتیم چه زنده باشی امروز اینا یگانه شاگرد بودم که فقط من تماشا کردم. امروز تماشا کردی سبا باز بیا عملی کار کن باز دیگه با سباش دیگه باز میایم عملی کار میکنم مال فقط به خاطر از یک گفتم باش که ذره بلد چوم نه آی فعلا آماده است که هر جایی که میخواین نوش جان کنیم بیتر بگیرم دیگه ما برم پرویز جان بجازید بفرمایید بریم. بسیار تشکر میکنم از اینکه برم زحمت کشیدی و قدر تکلیف کشیدی خودت به خاطر آماده کردن پیتزا. خواهش میکنم ایت کدام گپ نیست ای وظیفه ماست که باید چیز آماده کنیم برای میمان است دیگه به میمان گفتم پرویز جان امی لحظه که عزیزایی که در خارج از افغانستان در قرنطین هستن در دیار غربت به سر میبرن چی گفتنی داری و این پیتزا رو که میبینن از داخل وطن دیگه چقدر دلشون آب میشه چی گفتنی؟ حالا گفتنی خاص ندارم هر جایی که باشن جور و صحتمند باشن از مریضی کرونا دور باشند خداوند در زیر سایه رحمت خود قرار بتشانه جور و صحتمند باشند همه دوستا هر جایی که هستند. زنده باشی. آخرین پیامت آخرین گفتنید باز برای می کل ملت دیگه چی هست؟ کل ملت هم همین چیزی که گفتم بفرمایی بفهم که با چی به هموطن ما چیز در خارج است چی در کشور خود ماست همین پیام ماست کدام امروز ما از داخل وطن برتانی پیام میتم که شما هم وقت که آمدین داخل افغانستان آمدین البته شورنا و فراموش نکنین البته تندوری پیزا را هرگز فراموش نکنین راست پیش پرویز جان میانی نمیجا که آمدین دیگه خلاص پرویز جان را پیدا میکنین دیگه پرویز جان را مینمی پیزا را برتان آماده میکنه که امروز بر ما آماده کرده شما هم بیاین نوش جان کنین دیگه پیزا تندوری هست اینا میگه فقط لوحش کلان نوشته است کمی هر روز کمی اومدین دیگه فراموش نمیکنین چشمتون حتما داریم تندوری پیزا دیگه میخوره و شما هم بیاین نوش جان کنین و جای شما هم خالی باشه که امروز ما نوش جان میکنیم پرویز جان با اجازه دیگه پیزا رو بگیرم محمد برم یک جای بشینم درست است خودتون میگیری یا توسط نفر میاد والا نمیخوایم که زحمت بکشن همکارای ما توسط ازو برای شما من خودم میخوایم ببرم چون امروز خودم خیر است مشکل نیست مشکل نیست مشکل نیست خودتان بگیرین بسیار تشکر میکنم از پرویز جان از زحمت خودت دیگه با اجازه خودت تشکر سلامت باشین خیلی من میخوایم که پس از امی رای که آمدیم از این را برم باز شما پیزا را جی برم نداریم نرو نداریم دوستا باش که من پس دیر شیام از اینجا آها یک رقم همکارم سعی میکنم فکر کنم که حتما در چا پایان شده باشم چا نیست مقصد را بود خب پرویز جان پیزا را برام بتین آله بسیار تشکر اینه که پیزا هم آماده شد میبینین که چقدر رنگ رویش مقبول است اما تمام دیزاین که کرده با بادنجان رومی و مرچ و دلمه و غیره مزدار هم تو بویشم خب یک بوی مزدار از دیگه همکار عزیز میخوری؟ نمیگه نوش جان دان خیمه رفتم میرم به طرف
بالا میرم یک جای مناسب پیدا کنم اونجا بشینم تا اینکه ده پیزا رو هم نوش جان کنم. خب اینی هم پیزا اینه باشه که در زینا هم بالاست شمم که یک جای مناسب برای خود اختیار کنم. اینه لفت هم نیست مقصد میگه. خب اینجا برای اطفال جای بازی هست برای اطفال با میزه که اینجا آماده هست. همینجا اجازه هست برم؟ سر بیجاز زنده باشین. واو چی یک جای مقبول زیبا هست. باش که پیتزا رام اینجا بانم. اینه خواه این حالا دیگه دوستا صدا میکنم که گلاس ها برم بیارن. اگر کدام بشقاب باشه بشقاب بخواییم از پیششان دیگه تایی که نوشو جان کنم. من هم پیتزا را جای شما خالی باشه دیگه از طرف همه که شما یک لقمه میخورم. یک وقفه کوتاه بگیریم و دوباره برم میگردیم. یک بار دیگه شما از آن را خوش آمدید میگم. ادامه برنامه هست و دوستا پیتزا هم آماده شد دیگه. تمام چیزهایی که نیاز بود را هم دوستا اینجا آوردن بشقاب و پنجه. ولی دو گلاس اینجا شاید فکر کنید که دو گلاس ماندگی هست دیگه. دو گلاس بر ما آوردن شاید گفت که از نان دو نفر شاید نوش جان کنین. به مخاطر اون دو دانه گلاس هم از دو دانه بشقاب هم هست. خب خیر مونتا یک نفر دیگه هم میخواییم که بیده کنار ما به خاطر که وقتی که باز تنام باشی غذا دیگه باز برادم مزه نمیتا خوشایند نمی باشه. به دلیل از امون دیگه دو دانه بشقاب هم گفتیم یک بشقاب دیگه هم اگر باشه خوبتر میشه. چرا که آدم باز تنام دیگه چنان دل آدم نمیشه. معمولا مثل از همیشگی وار میشه که وقتی که آدم تنام باشه یک چیزی را که میخره باز تو قدر دل آدم نمیشه میخوری دیگه نه چندان. اگر باز یک دو سه نفر باشه باز نان بسیار مزه دار می باشه و همچنان نمو لذت خاص می داشته باشه باز هم با مو عزا و مو دوستایی که در کنارت می باشن. خب حالا هم می خواهیم که پیتزا را توتک کنم و یک پیس شبر خود بگیرم باش اندازه که من نوش جان میکنم اما قدر بگیرم. اینه امکارم سعی میکنه. امکارم همیشه در هر برنامه میگه که سحر شکمبو هستی و من نمیفهم که از اطمان اونمو زیادتر اینه میگه پار ازت که اینه من مریض شدم. خلاصه به این رسید که من پیش دکتر رفتم. امروز اولین پیتزی را که من توتا میکنم میخواییم که امکار خدا بودم چون اول اون نوشو جان کنه و باز دوباره باز باقی شده دیگه من نوشو جان میکنم. خب امکار عزیزم بیا پیش بیا دیگه. امکار من پیش نمیایم از امی دور مجبور که ما بخیزم چون که او در پشت کمره هست دیگه. اگر خوب قسم خونه میشه که بازوی کمره رو نمیده. خب یعنی هم از امکارم باش یک لقمه برش میتونم دیگه شوالی را باش که امتحان کنم ببینه که مزیش چی گناه هست. یکم دست پیش بیار یعنی هم باش که دستش معلوم میشه ولی بیچاره نه خودش صحبت میکنه و نه دیگه چهریش میبینیم او همیشه در پشت کمره هست. خب باش که حالا همکار مواد خودش نوش جان کنه ببینه که چطور است مزهش و در باره ذائقهش بر ما بگویه چون تندوری هست و شاید متفاوت باشه از دیگه پیتزاها. خب چطور بود همکار عزیز نوش جان کردی؟ میگه بسیار مزه‌دار بود. خب خیر نوش جانت بخود دیگه به حتما بیایی بجز از برنامه بیایی با فامیل بیایی با دوستا بیایی دیگه جایی که همیشه غذای مزه‌دار باشه و یک فضای خیلی خوب باشه با سطور که آدم نبه با دوستا با عزیزای خود. ما خواهی نه اینجا دیدم دیگه زیبا باد دیگه شاید که نمینجا بیاییم. بلا بسیار مزه‌دار است. واقعیت که قسمی که گفتم متفاوت شاید باشه با واقعیت هم متفاوت هست از پیزی که ما همیشه از بیرون گرفتیم. با واقعیت زیادتر متفاوت است و واقعیت هم که در تندور پخته شده واقعیت دیگه مزیج دوچند می باشه. جای شما خالی باشه دیگه. اگر شما هم این لحظه اشتها دارین اگر نزدیکتان کدام رستوران دست خوب بخواین به دلیل ازی که باز دل ما هم آب میشه که به دلیل ازی که میگم که شاید شما نخورین و شاید بگین سهر دیگه تنها نوش جان میکنه
شاید اشتهای شما هم باشه، اما لحظه که هر عزیز ما که میخواید هر چیزی که دلش میخواید مایلش باشه نوش جان کنه، خوب است اما لحظه بخواین و بخورن و در لحظه که اونمو لحظه اونمو انرژی را که واقعا جسم انسان خود انسان ضرورت میداشته باشه واقعا زودتر به خود میگره و جذب میکنم. عزیزای دل یک بار دیگه شما دوستان را خوش آمدید میگم. ادامه برنامه هست و نانم نوش جان کردیم، پیتزا را هم دیگه واقعا سیر شدم، مزه‌دار بود نگفته نمونه. و یک چیز دیگر اینجا من متوجه شدم که جای برای فامیلی همچنان اینجا جور کردن دوستا، برای البته جایی که ما فعلا خودم هم نشستیم اینجا و یک سالونه که بسیار خورترک و بسیار مقبول زیبا است برای سال روز تولد هست. از زایی که میخواین که سال روز تولد چنان برگزار کنن میتونن که بیاین در رستورانت البته نفتنمون اوپن نایت بین، بسیار جای مقبول دارن اوپن نایت دیگه، فضای خیلی خوب داره نگفته نمونه، غذای خیلی مزه‌دار داره. با وجود که همین قسم همین پیزای تندوری بسیار مزه‌دار بود، دیگه غذایش هم همین قسم مزه‌دار است که از البته از پیزا معلوم میشد. و نگفته نمونه عزیزای دل، شما عزیزایی که بیننده هستین و تا این لحظات برنامه را بیننده بودین، یک جهان تشکر میکنم از شما عزیزا همچنان. یک تشکر خاص میکنم از عزیزایی که یک کامنت میگذارن، همیشه پیام میگذارن برام، تشکری خاص میکنم، قلبا از تان تشکر میکنم، همیشه به یادم هستین و منتظر باز هم هستم با نظر، پیشنهاد، انتقاد راجع به برنامه راجع به خودم باشه، پذیرا هستم. عزیزای دل، از وطن برای شما برنامه رو تقدیم میکنیم، خدا کنه که مورد پسند شما عزیزا قرار بگیره. و حالا هم میخوایم که برم به طرف همی سالون فامیلی و ببینم که جای بر بازیچه اطفال هست نیز بر اطفال هم جای معایا ساختن نساختن، تا اینکه فامیلای عزیز بتونن بیاین از فضا لذت ببرن، از غذایشان نوش جان کنن لذت ببرن و همچنان بتونن از فضایی که ده هست حتما فضای دلنشین هم باشه و دیگه همونطور یگان موسیقی جانانه هم باشه که بشنه آدم دیگه اونم و واقعا دیگه آدم میتونه که از همون فضا هم لذت ببره. خب زیادتر پر حرفی نمیکنم، میرم به طرف سالون باش که هوام هم گرفتم به دلیل از اینکه تلفون هم نمونه هوام هم نمونه که زیادتر وقت حالا ده چند روز باید دادم آب زیادتر باید دادم باید نوش جان کنه که ایره هم همکار عزیزم همیتم همکار عزیزم بگی ناره خودت ببخشی بسیار زیاد دیگه. اینی هم فضایی که واقعا خیلی دلنشین است، دلچسب است و آدم میتونه که بیایه به یک فضای آرام غذا نوش جان کنه، با فامیل بیایه، با دوستا بیایه، لذت ببر از فضا. همکار عزیز بیا که بریم ما خودت اونو طرف هم بریم. سعی که چوب یک بایسکل مقبول را ماندن یا یک مخفف است، اگر کسایی که بتانن که در البته اعضایی که میبینن این هم یک دیکور دیزاین مقبول و نگفتن همونه باش که همین زی طرف شمال آمد بسار یک شمال هم شمال جانانه و در این گرمی که باز یکان شمال هم باشد اگر بسیار خوب واقعا لذت میبره انسان. خب عزیزای دل، میرم به طرف بخش بعدی. ببینم که در بخش بعدی از این رستوران دیگه جز از اینکه آدم میتونه با دوستا به اینجا غذا نوش و جان کنه بشینه لذت ببره از فضا، باش که بر فامیلا هم جای است یا نیست. اینه دیگه، من خودم فقط خود راهنمایی میکنم و میرم و میگردم. اینه هم فکر کنم که اینه اینجا رو هم جور میکردن آماده میکردن. این هم جای برای اطفال که چقدر بازیچه های مقبول را اینجا ماندن، توپ است و چیزهایی که زیادتر طفلای مقبوله که زد البته نیاز دارن بیاین اینجا لذت ببرن، زیادتر معمولا طفلا با توپ و اینمی موترک و اینمی چیزا زیادتر سر و کار دارن با فامیلا لذت ببرن و همچنان جای برای طفلا همچنان آماده کردن که اینه هم بخش فکر کنم بخش فامیلی هست. بله که این بخش هم چقدر واقعا نمی جایی که یکمک تاریکتر باشه و یکمک زیباتر باشه بازم اونجا زیادتر را دادم خوش آدم میه. یعنی یک نفر هم میگم میگه مقصد من نبیم، نه نمیه دل جمع باشه خانه از اونم قیدگیری صد من. خب دوستا زیاد پر حرفی نمی کنم، ناگزیر هستم که برنامه را به میجا باید تمام میرسانم و یا هم از شما البته از حضور شما عزیزا مرخص شوم تا دیدار بعد که باز هم خدمت شما عزیزا قرار میگیرم. خدا نگهدار همه شما، وقت به تمام شما عزیزا بخیر. فراموش نکنین که چنل یوتیوب صدای کابل را سابسکرایب کنین، همچنان ویدیوهایش را لایک کنین. باز هم منتظر به نظر، پیشنهاد، انتقاد راجع به برنامه هستم و پذیرا هستم. تا دیدار بعد، بدرود.